برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده حیرت انگیزترین پیروزی سیاسی قرن 21 محسوب می شود. پیروزی که بخشی از جهان را تکان داد و بخشی را هم خرسند ساخت. یکی از باورهای غیر قابل بحث این بود که پیروزی آقای ترامپ تأثیرات عمیق بر سراسر جهان خواهد داشت. رسیدگی به گروه های دهشت افغان در شرق میانه و رسیدگی به بحران در سوریه یک بخش عمده شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می داد. اما در حالی که نزدیک به 100 روز از کار رئیس جمهور ترامپ می گذرد، خبررسانی اسوسییتد پرس در مورد رضایت و عدم رضایت مردم در دمشق پایتخت سوریه از کارکردهای آقای ترامپ پرسش هایی را مطرح کرده است که پاسخ آن چنین می باشد. ترامپ امروز پس از 100 روز و پس از 4 سال عین پالیسی خود را دنبال خواهد کرد. پالیسی آمریکا هیچگاه تغییر نخواهد کرد. این پالیسی بر اساس حمله بر مردم، نقض حاکمیتشان و نادیده گرفتن قوانین بین المللی استوار است. ترامپ مشکلات در جهان عرب را افزایش داد و اولین ثبوت آن حمله بر سوریه است. این کار مشکلات و سردرگمی را افزایش بخشید. او هیچ کار در برابر دهشت افغانی نکرده است، بلکه آن را افزایش داده است. باشندگان تهران نیز از کارکردهای رئیس جمهور ترامپ چندان خرسند به نظر نمی رسند. شماری از باشندگان تهران می گویند که سر و صدای رئیس جمهور ترامپ خطرناکتر از اقدام عملی اوست. بیشترین چیزش که منو متعجب کرده که ممنوعیت ایرانیا بود، که حتی بعضی از ایرانیایی که مقیم کشور آمریکا بودن و از آمریکا اومده بودن بیرون هم نمیذاشت دیگه داخل کشورشون بشه. یکی بمباران سوریه، من برام اون شوک آور بود که یک دفعه در حال رفتن جلو با روسیه بود یه دفعه زد زیر میز و همه چیز رو به هم ریخت. یعنی اصلا انتظار نداشتم دیگه اینقدر آدم بی قاعده باشه. قرار است 100 روز نخست رئیس جمهور دونالد ترامپ شنبه آینده تکمیل شود. دونالد ترامپ توانسته است که از جمع 38 وعده مشخص تنها 10 وعده اش را عملی کرده باشد. اما بیشترین این وعده ها توسط فرامین اجرایی تطبیق شده که یک تعداد آن به تایید کانگرس نیاز دارند. اما تا هنوز هیچ کدام به کانگرس پیشکش نشده است. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.